به نام خدا. با سلام، در این مجموعه ویدیوهای آموزشی وبسایت لرنفایل قصد داریم نحوه استفاده از بک‌گراند ورکر را به شما آموزش بدیم. کلا برای برنامه‌نویسی همزمان سه روش وجود داره. یکی استفاده از تریت هستش، روش دیگه استفاده از دیلیت‌های غیر همزمان هستش، و روش آخر استفاده از کامپوننت بک‌گراند ورکر که بک‌گراند ورکر خودش نوعی تریت هستش و فرقی نداره، با این تفاوت که این کنترل کار رو برای ما ساده‌تر میکنه. ما در این آموزش میخوایم که در واقع کنترل بک‌گراند ورکر رو به شما آموزش بدیم. خب حالا هدف از استفاده از بک‌گراند ورکر یا مثلا تریت چیست؟ ببینید، مثلا وقتی شما میخواید کارهای سنگین محاسباتی یا مثلا لود کردن تعداد زیادی از رکورد‌های بانکی اطلاعاتیتون را داخل نرم افزار انجام بدید، اگر کدهای خود را به طور معمول مثلا در رویداد کلیک یک دکمه بنویسید، نرم افزار قاعدتا هنگ میکنه و فشار زیادی به نرم افزار میاد و فرم بعد از یه مدت غیر فعال میشه و کاربر هم فکر میکنه که برنامه با مشکل در واقع مواجه شده. برای همین وقتی روی فرم یک کلیک هم بکنه، برنامه کلا از کار میفته و کاربر مجبور میشه که برنامه را ببنده. برای همین ما برای کارهای سنگین محاسباتی باید از بک‌گراند ورکر یا همون تریت در واقع استفاده کنیم. خب برای کار با بک‌گراند ورکر باید در واقع تولبار در قسمت کامپوننت یک کنترل بک‌گراند ورکر روی فرمتون قرار بدید که ما از قبل این کار انجام بدید. ما توی این پروژه در واقع میخوایم که برای آموزش دادن بک‌گراند ورکر یه پروژه ایجاد کردیم که میخوایم که کاربر بتونه در واقع تعداد زیادی نیو فولدر در مسیر دلخواه ایجاد کنه. برای شروع در واقع کار با بک‌گراند ورکر ما باید دو تا خاصیت این کنترل را طول کنیم. اولیش ورکر ریپورت پروگرس هستش. حالا این چی هستش؟ ببینید، من روی فرمم یک پروگرس بار قرار دادم. حالا این پروگرس بار برای چی هستش؟ ببینید، وقتی کاربر روی دکمه استارت کلیک میکنه، ما میخواییم در واقع میزان زمانی که طول میکشه این پوش ها ایجاد بشن را در پروگرس بار به نمایش در بیاریم. برای همین ما باید خاصیت ورکر ریپورت پروگرس را طول کنیم. خاصیت بعدی که ما باید طول کنیم خاصیت ورکر ساپورت کنسلیشن هستش. حالا این برای چی هست؟ ببینید، من روی فرمم یه دکمه استارت قرار دادم، یه دکمه کنسل. حالا کار در وقتی که روی دکمه استارت کلیک کرد و پوشا شروع به ایجاد شدن کردن، ما میخواییم این امکان را به کاربر بدیم که بتونه عملیات را در واقع متوقف کنه. برای همین باید خاصیت ورکر ساپورت کنسلیشن را برابر طول قرار دیم. ما کدهای ایجاد پوشهای خالی را در داخل رویداد دوورک بک‌گراند ورکر بنویسیم که این رویداد بعد از فراخوانی متد ران ورک اسان اتفاق میافته. برای همین روی در واقع بک‌گراند ورکر خودمون را سلکت میکنیم، در رویداد دوورک بنویسیم که خب ابتدا ما باید تعداد پوشه هایی که کاربر میخواد ایجاد کنه را در واقع دریافت کنیم. برای همین یک متغیر از منی تعریف میکنیم. تعداد پوشه ها را داخل یک تکست باکس در واقع دریافت میکنیم. تا
در قرار عملی ما نیاز به یک حلقه داریم که در واقع به تعداد نیاز کار و نیو فول در حالا ایجاب کنیم. خب میسیم که فور میت آن سر بگیه و آن تا زمانی که کچک در مساویه کان پسته و آن پلاس مست خب حالا میخواییم که وقتی مقدار آی افزایش پیدا میکنه قبل از ادامه دادن عملیات اول چک کنید که آیا کاربر تابع کنسل اساینیت را فراخوانی کرده یا نه و آیا و اگر عملیات را متوقف کرده باشه از حلقه خارج بشه. برای همین شرط می‌نویسیم if خب background worker cancellation pending. یعنی اگه در واقع مقدار این طول شد یه چکار کن؟ خب حالا اگه این شرط درست بود باید توسط قرار دادن مقدار طول در میداد cancel عملیات را متوقف کنیم و حلقه خارج بشیم. سنسیم که میداد برای بشه به باکتور یعنی که این ها آرگومنت یعنی که کاربر عملیات را در واقع متوقف کرده و یک مدار رفت. خب حالا برای این که درصد پیشرفت را در پروگرس بار به نمایش در بیاریم باید تابعه ریپورت پروگرس را فراخونی کنیم و مقدار آی را برای اون بفرستیم تا رویداد پروگرس چنج در واقع اتفاق بیفته. برای همین نیستیم که بکر هم بود که دات ریپورت پروگرس حالا ما اینجا مقدار آی را ارسال میکنیم و در نهایت تابع ایجاد میفولده. خب حالا من یه مسیر ثابت در نظر میگیرم. نامی هم به صورت ثابت ما قرار بیدیم اینجا حالا به وقت مقدر های بشه. خب حالا برای شروع به کار بکران ورکر و اتفاق افتادن رویداد دو بود ما باید تابع ران بود اساینیت را در واقع فراخونی کنیم. برای همین در رویداد کلیک دکمه استارت می‌نویسیم که خب اول باید مقدار ماکسیموم پروگرس بار را هم در واقع ست کنیم. می‌نویسیم که پروگرس بار دات ماکسیموم برابر بشه با سیل دا فارس تکس باکس تعداد پیشا و در نهاد این اسپکر هم برشه دات ران بود اصان. برای متوقف کردن در رویداد کلیک دکمه کنسل می‌نویسیم که بکنم که باز کنسل هستم. با این کار مقدار طول در داخل فیلد کنسلیشن
پندین قرار میگیره و باعث میشه که از حلق این زاده نیرپول به در واقع خارج بشه. خب نه، حالا برای نمایش میزان پیشرفت کار داخل پروگرس بار باید داخل روداد پروگرس چنجر در واقع کد میزان پیشرفت در واقع کار را به کار بر در واقع نشون بده. اینه که پروگرس باید بر ولیو برابر بشه با ایجا با این کار به هر میزان که پوشه ایجاد میشه مقدار پروگرس بار هم افزایش پیدا میکنه. خب حالا برای اینکه بررسی کنیم آیا عملیات ما تا آخر با موفقیت پایان رسیده یا نه، باید که مثلا اینجا ما سه حالت داریم: آیا کارمون با موفقیت پایان رسیده یا کاربر آن را متوقف کرده و یا خطایی رخ داده. باید از رویداد در واقع ران ورد کامپلنت استفاده کنیم. خب و برای هر رویداد یه پیغام مناسب به کاربر نشونه. میسی که ایف اگر ایف داد ایرو، یعنی اگر در واقع خطایی رخ داد مسیج باکس بده تاچ شو خطایی رخ داد ارسی. میداد کنسله، یعنی که اگر کاربر عملیات را متوقف کرد ما چه کار کن؟ مسیج باکس بده دات شو عملیات متوقف و مقدار پروگرس بار هم صفر قرار بده. در نهایت اگر کار با موفقیت انجام شد، این عملیات به پایان رسید بدون اینکه مشکلی پیش بیاد یا کاربر عملیات رو متوقف کنه، پیغام بده که عملیات با موفقیت انجام شد. من نظر پروگرس بار را هم برابر صفر خواهد. خب این هم از ما پروژه را اجرا میکنیم. خب اینجا ما عدمات پیداد نیو فولدر هایی که میخواهید در واقع ایجاد کنیم را میخواهد. حالا ما نظر هزار دنگم هم هزار دنگم فولدر استاد. اینه کامان پاید انجام. حالا مثلا بخواهیم که یه بار دیگه انجام بگیم. حالا کم سید. این آن یک متوقع باشه. در مقدار پروگرس بار هم سید. خب. نکته بعدی که من میخوام بهتون بگم تغییر خصوصیات کنترل ها در داخل کلیپ هستش. فرض کنید ما میخوایم که در هر تعداد که پوشه ایجاد شد در یک لیبل در واقع این میزان را به نمایش در بیاریم. خب حالا مثلا ما اینجا میایم می‌نویسیم که به همون میزانی که ایجاد کردی
لیبل روی فرم قرار میدیم. نامش دارم. خب ببینیم. حالا فرض کنیم ما میخواییم تعداد پوشه گیزا پوشه نواد داخل لیبل به نمایش درده. میرسیم که LBL count dot textage برابر بشه با I dot textage. حالا شما وقتی این کد را اجرا کنیم مسلماً با خطا مواجه میشید. ببینید خب حالا چرا این خطا رخ داد؟ ببینید چون که کنترل های شما به تیل خاص و تیل اصلی برنامه وابسته هستن، وقتی شما در بک‌گراند ورکر به اونها دسترسی پیدا میکنید از تیل دیگه دارید این کار رو انجام میدید. بعد یه افراد برای برطرف کردن این مشکل میان خاصیت در واقع چک فور ایلیگل کراز تریت کول را در واقع برای هر کنترل برابر ترو میکنن که این کار فقط باعث میشه که این بررسی را انجام نده و در واقع به هر تیل میگیم که هر کار خاص انجام بده و در اصل پاک کردن صورت مسئله هستش و روش درستی نیست. یکی از راه های صحیح برای برطرف کردن این مشکل استفاده از متد اینوولد برای هر کنترل هستش، اینکه در واقع میخواییم باهاش در تیل دیگه ای کار کنیم. حالا برای این کار می‌نویسیم که کلا این خط رو پاک میکنیم. خب می‌نویسیم که LVL con dot invert new action. خب حالا ما اینجا باید در واقع بنویسیم که .text.i.twist. این یکی از روش های صحیح برای این کار است و پرانتز ها هم میرن. خب حالا وقتی اجرا کنیم بدون مشکل داخل لیبل پوش هایی که ایجاد میشن به نمایش در. خب امیدوارم که این آموزش برای شما مفید بوده باشه. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما درباره این ویدیو و سایر ویدیوها هستیم. تا آموزش دیگر، خدا نگهدار.